این شغل انتخاب کردم چون پدرم هم توی ساختمون بود، ساختمون بزرگ شدیم، ما کار ساختمون رو دوست داشتم، کلا اینتریور دیزاین و در کنارش کارآفرینی زیاد، پرسونال زیاد هپی میکنه، دوست دارم. یه کاریه که لذت بخشه به نظر خودم، حالا صرفا که فقط واسه لذتش نیست، واسه پولش هم هست، پول درآمد خوبی هم داره در کنارش، ولی کلن برای من ارضا میکنه، لذت میده، نمیدونم چجوری باید توصیف کنم، ولی کلن همینه. بعدم چون از بچگی با پدرم تو این ساختمونا بزرگ شدم و گشتم دیگه، چه تو ایران بودم چه تو کانادا اومدم، همش تو ساختمون بودم، علاقه پیدا کردم دیگه. بعد از مثلا یکی دو سال که تو کانادا بودم، هدفم این بود که یه کمپانی داشته باشم که کار ساختمون سازی رو انجام بدم. شغل اصلی من الکتریکال انجینیره، ولی کمپانی اولی تو کانادا همون الکتریکال انجینیر بود. بعد چند سال که موفقیت کاملی هم تو اون شغل به دست آوردم که الان کلن کمپانی الکتریکارم رو واگذار کردم به پسرم، خودم هم ساختمون میسازم، دوست دارم کار ساخت و ساز رو، دوست دارم سازندگی رو کلن دوست دارم. شما هدف داشته باشی، تلاش بکنی، موفق باشی و سالم زندگی کن، سلامت کار همیشه موفقیت میاره. منم سعی کردم تو زندگیم تا اونجایی که میتونم سالم باشم و هدف داشتم و تلاشم هم زیاد بوده، خیلی تلاش کردم. همه جور تفریح رو دوست دارم، ولی خانواده همیشه واسم اول بوده. اول به خانواده‌ام میرسم، تفریحاتم با خانواده‌ام میکنم، بعدم خودم. مسافرت، گردش دوست دارم، دوست دارم تاریخچه، هیستوری کشورهای مختلف رو بدونم، معماری ها رو دوست دارم ببینم، علاقه دارم، هابی من اینا. از نگاه اطرافیانم، کلا من با کلیه اطرافیانم فرندلی هستم، همه یه جورایی ویژگی منو میگن خنده تو صورتت همیشه هست، اینو یه هست میدونن دوستان، من خودم نمیگم. سعی میکنم به کسی آزار ندم تا اونجایی که میتونم حال بدم، خوبی کنم، اگه بتونم از دستم بر بیاد، اذیت کسی رو نمیکنم. به خاطر همین اطرافیانم هم اوکی ان با هم، دوستم دارن، منم اونا رو دوست دارم. اونایی هم که ناراحتم میکنن باز اونا رو هم دوست دارم، ولی کاتشون میکنم، کاری باشون ندارم، من اوکی هم، اطرافیانم معمولا اوکی هستن با هم. کل نتورکینگ اهمیت خیلی بالایی داره تو کل جهان، اصلا کاری به شغل من نداره. یکی از این بزرگا که الان اسمش خاطرم نیست میگفتش که اگه شما 100 دلار در میاری، سعی کن 99 دلار رو خرج نتورکینگ کنی، ارزش اون کارتو خیلی میبری بالا و درآمد بیشتری میسازی. نتورکینگ خب خوبه، هم شناخته شده هستیم، بعدم ما هم یه جامعه کوچیکی تو این کشور هستیم، یه جامعه اقلیتیم، با نتورکینگ خودمون رو به جامعه نشون میدیم، به کانادایی ها نشون میدیم، به همه مردم نشون میدیم، شناخته میشیم. چرا که نه، چرا که آدم نگه من کی هستم، میتونم این کارا رو انجام بدم، همه بشناسن این کار رو انجام میدم. نتورکینگ خوبه واسه کسب درآمدم، خب قطعا شما هرچی تبلیغات بیشتری بکنی سود بهتری میبینه، پولم که همیشه خوبه دیگه، آدم هرچی بیشتر داشته باشه بهتر میتونه زندگی راحت‌تر و بهتری داشته باشه. پس نتورکینگ تو کل دنیا خوبه، نه واسه شغل من، واسه هر شغلی که داشته باشه. بیزنس لیدر حسنش واسه من اینه که ارگانایزیشنش خیلی بالاست،
سطح بالایی داره. این سطح بالا بودنش خیلی مهمه، یعنی جامعه ایرانی رو بالا نگه میداره. اینطوری نیستش که مثلا بیاد یه چیزی رو بزنه، یه کاری رو بکنه، یه پولی رو در بیاره و بره مثلا سود اون سالش رو ببره. نه، دنبال اینه که بیزنس رو به مردم بشناسونه، کارهای قشنگ میکنه. پشت بیزنس لیدر آدم های موفقی هستن که پوش میکنن و کارهای خوبی انجام میدن. کارهای خوب هم خب همیشه خوب بوده دیگه. اهمیت میدن به مهموناشون، به آدم هایی که باشون کار میکنن اهمیت میدن. به خاطر همین موفق شدن تو بیزنس فقط تلاش و کوشش زیاد و آنس بودن و سلامت، هیچ چیزی غیر از این نمیتونه باشه. شما باید هدف داشته باشی، واسه هدفت تلاش بکنی و سلامت کارم داشته باشی. فقط تنها راهی که میتونی موفق باشی همین، غیر از این غیر ممکنه.